غمگین باشد که در عالم نیابد دل و بایی چگونه غرق خونا به نباشم که دستم می نگیرد آشنا بسم الله الرحمن الرحیم مسئلیست به زبان عربی میگوید که الانسان عدو لما جهل انسان با آنچه که نمیدونه دشمنه حتی این روحیه و این فکر در بسیاری از فلاسفه مؤثر بوده مثلا عده‌ای از فلاسفه‌ای که الهی نبودند در فلاسفه‌ای که به خداوند و اینا عوالم ماوراء الطبیعه معتقد نبودن اینها میگن انسان مجهولات خودش رو یعنی میگن هم کلیه جامعه بشریت و هم فرد فرد انسان مجهولات خودش رو جمع کرده اسمش گذاشته خدا این چپ دیدن قضایی هست به این معنی که نمیگوید ما این مجهولات برای ما از کجا ایجاد شده معلوماتش چیه که با این مجهولات چیز میکنیم الهیون میگوین مجهولات عبارت از اون قلم رویست که خداوند به بشر قدرت نداده یا اجازه نداده که در اون مرحله وارد بشه فرض کنید تشخیص مسائل معنوی
از جزئیات گرفته تا کلیات. خیلی جزئیاتش خودمون در زندگی میبینیم. روح داریم، حالا اسمش روح بذارن یا بگن آثار بدنی، مرجع یه چیز جداگونه ایست از این بدن. خوبی وست این هست منطقه برای ما مشغول خیلی چیزاش، که حتی قرآن هم می فرماید که یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی عنی و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. می پرسند از تو سؤال راجع به روح. البته روح اینجا بعضی ها روح الامین گفتن، روح القدس گفتن، یعنی اون فرشته ای که در ارتباط با بزرگان هست. بعضی هم کم روح عادی، هر دوش درسته میشه. موتیتون من العلم الا، علم جز به مقدار کمی بهشتون ندادیم راجع به این موضوع. این ملاک گفته این الهیون است که میگوید علم رو تازه خدا داده، نه اینکه مجهول جهل ما. همه خزائن در نزد خداست. به هر اندازه به ما اجازه بده علم بده، اون وقت علمش داریم. اون جهلی که داریم چیزش این است که حلش دست خداست، نه اینکه خود اون جهل خداست. استغفر الله. این صحت در واقع مثل این ضرب المثل حتی در زندگی های عادیمون هم میبینیم. خیلی ها روی اشتباه عملی انجام میدن، روی جهل عملی انجام میدن. که اگر جهلشون رفع کنیم، ما بتونیم رفع کنیم اون عمل و اون دشمنی رو انجام نمیدن. از این طرف که راجع به جهل اون نظریه افراطی و بعدی گفتم، راجع به علم دانش هر گونه علمی بسیاری فلاسفه و من جمله سقراط در رأسش در زمینه گناهان و خطاها و حتی جرایمی که یه انسان مرتکب میشه معتقد، میگوید اگر این از روی جهله، اگر بداند که این کار بده نمیکنه و اگر بداند که این کار خیلی خوبه حتما انجام میده. اگر خلاف این رفتار میکنه برای اینکه این علم رو نداره به چیز. البته این به صورت ظاهر ما اگر علم بگیریم، همینی که ما میخونیم و تو دانشکده و یا خارج یا بازار یاد میگیریم، این رو ملاک علم بگیریم، این حرف غلطه. ولی اگر علم واقعی باشه صحیحه، یعنی وقتی علمی که انسان داره در خمیرش خداوند استعداد آفریده که این خمیره رو بدونه. این هم در همین سوره و شمس و زهاها و القمر اذا تلاها
و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. قسم به نفس و اون چیزی که در اینجا اون چیزی ولی ترجمه میکنن به کسی که اون را آراسته کرد، اون را آماده کرد، خوبی و بدی را بهش الهام کرد. یعنی اون علمی که داره که از خوبی و بدی اینه نیست که تو کتاب خونده باشه یا تو بازار یا مدرسه دیده باشه. اون علمی است که خداوند استعداد بهش داده. حتی ما خوب در زندگی فعلیمونم الانم میبینیم بسیاری از این دشمنی ها، عناد ها از روی جهل است. اون تا ذهن خودمون آماده برای دشمنی است، نمیریم اول، نمیریم علت دشمنی رو بفهمیم. یکی فرض کنه تو خیابون تو راه رو میره بی اختیار میزنه تو گوش یکی، این خب عناده. چرا؟ معلوم نیست. آخه تو که اصلا همه ندیدی، نمیشناسی. روی این جهل این کار رو میکنه. یعنی اگر یکی بفهمه بعد معلوم میشه این شخص با دیگری اشتباه کرده، که خود این بحث در علم حقوق هم وارد شده راجع به جرایم و گناهان. اول در صدد رفع جهل برای، و اگر جهل مرتفع شد و مع ذلك چیز بود، اون وقت روی عنادی است که قابل مجازات خداوند است. ان شاء الله خداوند ما را از شرور اللهم محفظ من شرور انفسنا، از شرهایی که خودمون برای خودمون ایجاد کردیم و میکنیم. خورده شراب تهو ساقی ما گشته هو، چون که جان چون که میاید چو جان دوست در آن لامکان، گفت به ما این زمان بهر نشست آمدید. Oh, my God.
اگر جمله جهانم خصم گرده، اگر جمله جهانم خصم گرده، نترسم آخ نترسم، چون نگهدارم تو باشی، نترسم چون نگهدارم.